خب آقای پردلی، در میبینیم در مراسم های عروسی که در افغانستان خصوصا در شهر کابل برگزار میشه، یعنی یک جوان باید خیلی وقت عمر خود سپری بکنه تا که مثلا مصرف عروسی خود پورا بکنن، یا مثلا بیشتر از 5 لگ یا 6 لگ یا 7 لگ افغانی را به دست بره تا که بتانه که مراسم عروسی خود پیش ببره. در بین قوم بلوچ مراسم عروسی و مصارفی که وجود داره چیگونه است؟ متاسفانه از گذشته در کشور ما، من فکر میکنم در همه اقوام چنین یک دود و یک دستور بوده، یک عنعنه که باید دختر فروخته شوند و هزینه که باید یک جوان هم با کار ببندد بسیار زیاد، حتی کمر شکن. در بین بلوچ ها برای رفع این معضله از گذشته بسیار دور یک عنعنه وجود دارد به نام بجار. برای کسانی که استطاعت ندارند و حتی کسایی که استطاعت هم دارند، قبل از عروسی مراجعه می کنند به اقارب و اقوام خود که و باز انداز می کنند برای رفع مشکلش. البته این بجار هم در بین مردمان کم دست و از مربوط به طبقه پایین یک رقم است، و کسایی که در از لحاظ طبقاتی در سطح بالا هستند برای زوا بیشتر ویا. و از این ترتیب ما فکر میکنم که سر جوان یک ذره فشار کمتر میشه. یعنی جایی کار که شما میکنین کل مصارف عروسیشان رو پرداخت میشه، جمع میشه و یک قسمتش؟ نه، یک قسمتی زیر کلش یک مشکل است. این بجاره دو وجه دارد، یک قسمتش نقد است و یا یک قسمتی زی به حساب جنس و کارآمد این خانواده، مثلا یاف، توشک، فرش، ظرف و پول نقد. خب این با عنوان کمک و همکاری است دیگه، نه یک مثلا قرض باشه؟ یا کاملا کاملا کاملا. چقدر خوب دوست عزیز، کاش که ما هم در قوم بلوچ می بودیم که دخترای مثل بهشته هیچ نمیگفت که و طلا روسی کنین، مثلا موتر گل پوش باشه یا دیگر باشه، آرایشگاه بریم، چی حالی قوم خیش جمع میکردیم و بسیار بخوبی با امید از این که تمام اقوام افغانستان از بلوچای ما که امی یک فرهنگ عالی را که دارن بخاطر دیگه یک مصرف گزداف کمرشکن بالای جوانا نمیشه. خصوصا من 7 سال پیش عروسی کردم تا هنوز قرض میکنم و دخترای خصوصا در شهر کابل مثل بهشته ولی دخترا منتظر ازی هستن که 10 لگ افغانی تا هتل بچم نمیفهم کدام هتل بابای ولی نباشم عروسی نمیکنم. نیکو خال جان که تو گپ نیست، خب بالاخره مفکوره تغییر میکنه، فرق میکنه که کی چی مفکوره داره، زندگی کردن و زندگی مشترک به خصوص خود هم دیگه عروسی کردیم و میفهمی نظر من. استاد گفتم میتونی مثلا در افغانستان بعضی اقوام یا در بعضی جاهایی هست که مردم یک فرهنگ و کلتور ناپسند را که من حسی سنن خود قبول کردن، مثلا بد دادن دخترها هست و یا فروختن دخترها هست به قیمت بالا که یا خودش خلاف شریعت اسلام است، آیا مردم بلوچ هم کدام چنین یک سنت و فرهنگ عنعنه داره که به نظر شما ناپسند باشه؟ اردو مثلا در بین بلوچ ها مروج هست، مسئله بد دادن دختر و هم مسئله فروختن دختر که مترتیب که این عنعنه بد اینه سایر اقوام یا سایر نقاط افغانی در اونجا هم کاملا وجود دارد که خب یک کس یک رایر می کشد برای فرو نشاندن آتش اینه که دعوت اینه قبیل گپا اینه دختر، نه تنها دختر خلاف میلش یعنی به اون طرف میتند، حتی ممکن است برای جوانی اون طرف هم خلاف میلش بوده باشه که آدم بوریه دینه اونتا چنین رسم و رواج ناپسنده در بین بلوچان روزم که قبلی وجود دارد، ولی وجود دارد و سالهای نکار خواهد بود تا که این نقیصه اینه مرفوع شود در در بین همه اقوام جمهوری. امیدوار هستیم که همه اقوام افغانستان بعضی سنت‌های ناپسند که دارن خلاف شریعت آهسته آهسته با فراموردی علم و دانش و با بیشتر آگاهی از دین خود، از گذشته خود، امی
فرهنگ های ناپسند را که یا عنانات ناپسندی که دارن انشالله کنار بگذارن. با امید امون روز با فرمانده دسترخان دو چیز از امی خانه هست که تهیه شده، مثلا انگور از امی حویلی هست و کلچه هم کلچه بروچی هست که از طرف خانم فاطمه اینی برش ما پیش از پیش تهیه شده. واقعا کلچه مزدار است و خانم فاطمه بشه تر تهیه شده برما بگیم که چه قسم تهیه کردیم. والله ما نمی‌فهمم داره. خب نه خیلی جالب است خانم فاطمه. خانم من دلیل نمی‌فهمه چون زبان مادریش ازبکی است و زبان مادری شما بلوچی است. چقدر خوب میشه که از این تا نه جای بیشین شما بلوچی بگین و ازبکی با در رقم کیفا متفهم شما کرده این همون رقم باشه. شما طفل خوب داره؟ بله خوب است که اینه ببینین که این دو طفل برای الاخره زبان سیون چی رو پیدا میکنه. راست میگم و خوشبختانه که من دو طفل پسر دارم که یکیش 5 ساله است و یکیش 4 ساله است و اونا کوشش میکنن که دری را یاد بگیرن و تا هنوز یاد نگرفتن. با وجود از اینکه یک سوال بسیار خصوصی و خانوادگی اگر خواستین جواب بدین، اگر نه خانم فاطمه هم تنها هستند اینجا دور از فامیل و خانواده و همچنان به زبان دری و قدر بلدیت ندارن، شما چقدر مثلا احساس از یارا درک میکنین و اگر واضح تر بگیم چقدر شما دوست دارین و اینا را درک میکنین؟ میشه گفت و احساس میکنم که خوش خاندان در غیریزی این خانه زندان واریست. اگر من نمیفهم بریزی چی میار میتنه و جوتا شواشه مزقال گرام کیلو گرام یا چی میار میشه بگو که بیاده خده دوست میکنم. خب بیننده های عزیز سپاسگزارم از کلگیشون که تا این لحظه قد از مو بودن. دیگه امشب یعنی در شوید مده مهمان یکی از دوستای دانشمند و نویسنده از ما بوده که اینا از قوم بلوچ بودن و امیدوارستم که برنامه بلدهشون خستکون تمام نشدشه و تا پایان برنامه مورا هم رایی کداشم. خب البته یک توفیه بسیار کوچک است که از طرف برنامه شبها اید تقدیمی فامیل محترم میکنیم و امیدوارستم که پذیرا شون. تشکر از این توفیه گرانبهایتان، تشکر از این که آمدین باش ما هست نشدیم و از همه بهتری که امشب با خود نور آوردن در طی شبهای گذشتن نوبتی بود که چند ساعت اینی در تاریکی می بودیم. امشب از میمنت قدوم شما که از این سوک که برق داشتن که تا خیلی برق داشتن تشکر و مبارسون هر جای بگه نمیستدی با خود نور آوردن. تشکر از شما هم که البته تا بار از ما پذیره که واقعا که مردم بریج البته بسیار مهمان نواز هستن. عزیز نگاه تلویزیون کورش لره یعنی بر برنامه کورش کنچه خیر آمان بولی. خدا نگهدار شما.